اید در راه است. اما در بازارهای کابل چی می‌گذرد؟ باز محمد مبارز پس از مدت‌ها خاموشی در مبارزه پیروز شد. اگر ما تا فایت دیگه بتانم اسناد با دست بیارم یا دیگر کشور دیگه برم خود در سازمان های دیگه اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم. حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت و با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود. دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که به غیر جز نامحلای پاک فقط سر یدیره پدر مادر قسمت نصیب باشد. اگه جان و جور خداوند بدهک اون موج میریم دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ پایین آمده با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشم چی قسم برم بای کنم ناقی؟ آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند. آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلی که بیادر خند رو میدهد به علاقه سیستم. هر سال دلک مال سودا میکنیم، هر سال دلک میوه خوش میادیم، سودا میکنیم، آمادگی که آن میوه خوش که آدیم کلیش مانده، یکی نمیخره. 228. اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاطهایی که لباسهای محلی مردان هم میدوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبانهای مردانه است. کار از سالا که این سال زیاد است، لباسهای افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میآید، حالا پیراهن تنبان زیاد شده. از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباسهای محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است. کلتور ماست دیگه، می خواهیم که همیشه جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه را استفاده کنیم. فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوی تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک های بین المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. به گفته آژانس انکشافی سازمان ملل 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری های مربوط به سوی تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می شود. در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسالات زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوی تغذیه زیاد پیدا می شود، سوی تغذیه مبتلا می شود. اهالی روستای در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می‌کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند. دیگه با مشکل جواری سیخه چی کنیم دیگه؟ در اینجا مطاری مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خوده به من باشه داده خرار هسته. یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد.
سازمان ملل متحد در دهم ماه مارچ گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوی تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و اینکه این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تاثیرگذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای‌دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامoğlu شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تاثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟ این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رای نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست عین نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین روی کرده دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی‌ها در ترکیه تقویت خواهد شد. بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد. حتما از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است. بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت های تحقیق. مادر دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسری ما در اون وقت درونی شیشه بودگیش ما همون جدا میدونم که اوی پسری ما و او خیلی ویو نشون میتین ویو بوز بلا فرزندی ما نیست او آدم چی با یو در بیرون رو شنک شده در درونی وی روی ویو رو مخکم میکنن ویو بوز بلا هم وقتی او چیه که دگه دستی او مردک همون بچه که کرده میگره چی کاری میکنن رسله دوره بوز بالا بچه ای سبت فید مایکه کبو دادرون شتگیان سیوم که کدیسیان ایشورا میکنه که در مخکم کنی همی ویورو مو تماشا کدگی دلیر جان دو روز قبل از حدیثه با مادرش تماس گرفته بوده است در بیستون چی وی رگیسترستش تماس شدگی بود وی نوا سیبیر دا بود بعدی اموجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن انا دیا که می قپا دیپورد میشیم تا دیگه تو مسکو اومدن نمیتونیم انا گفت می مایل خیز بیو گفت که اوچه جان من تا 25 من در خونه میشم رگیستراتسان بود میشم میگم می قپن دیپور میکنن گفتم خیز بیو بالای سری گودکات اگر دیده باشه خونه شا او حال شا رفتم و خونه را دیده این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در باره پسرش نوشته است ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچهش به سر می برد و کارش تاکسیرانی بود. مادر می گوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می کرد. دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو در همین محله یعنی محله گلخانه نویه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تاکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است. خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است. ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک به همین بند دلی خمار، همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نسخ ماده این بچه، بسیار بچه خوب بود. ای تماماً همین یک گویا مرچه رو ازار نمیداد اخی بچه بهترین بود اخی دایم یک قدم را ما دایی حولیک بگیم یا جایی ما قریب 15 سال دایی کچه ایم خوب خدمت میکرد مثال مردک مانا بود اما حجیت بود یا جایی کدکم در میکرد چی دلیر جان همین را دختر بردن در کور این خیلی گفت پینه گفتگی نداشت بای دلیر جان در مکتبی دهه تحصیل نموده بعدی ختمی آن با مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است در مکتب با بهای 3 و 4 میخونده است در دوام تحصیلش بچه خوب بود بچه آرام بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مصلحت آرام بود و بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد وضعی سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکسای شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است حالا در منزل مادر تبابت میگیرد دلیر جان با خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است هم دو زنگ زد با چی نیسته بگو هم پول روی کرد 800 سومان پول پرسختن کالا جان ای را بگی بوده که ایمده برای سربسری رمضان پردوکت بیه کالا جان با من نصیب کرده گی باشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا بله وی دارو میرم بیست ششم دا خونه دا میشم مفتا این منزلی خودی دلیر جان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزل والدان می روند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروکس سیتی هال است. مقامات روسیه می گویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه های اجتماعی که ادعا می شود لحظه بازداشتی دلیرجان میرزایف است او را از بالا یک درخت به پایان فراورده به دستانش زواله می زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می کرد هرچند نزدیکانش می گویند او روسی را می دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بیگناه در تالار کنسرتی کروکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می شوند. حمله مرگبار به کروکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته ده ها تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان 4 مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران مهاجر حتی مجبور شدند در همین 2 هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند.
رسانه های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به قنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید. حمله ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد و محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد. یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران، در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقش بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقش بسیار عمده ایفا کرده بود و از اون که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشته گسترده رو در پی داشت. از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مثابه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا می‌کنه. ایالات متحده آمریکا البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله می کند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملات را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه قنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیر را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر قنسولگری ایران چی پیامی را برای ایران و منطقه داره؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟ اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه‌های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره، و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخاله رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در ارزم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگوین اسرائیل دارد سعی میکند که تنش‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست حمله متقابل بزنه
اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری های هم جمهوری اسلامی داره از طریق گروه های نیابتی، اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری دارد. نکته سوم هم که اینجا خیلی مهمه اینه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد، این ماهیتی است و فکر نمی کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک جنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد. و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین باز محمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رسمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخ از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان. در پشت زیبایی‌های این روستا در دامنکوه‌های هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال و روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریباً یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته. هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل $3,000 امریکایی به فروش رسانده. خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد. این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسانها گرده های خود را فروختند. قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم. باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند. در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند. شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است. باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده. اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است.
اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند. حدود 1/3 بیماران ما کسانی اند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده. نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می کند. فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق می افتد و اما کسانی که این کار را می کنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟ اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ میر بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشیه که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خون داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود. مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزهش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود. اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این سومین شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزهش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر. اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگر برم خود در سازمان های دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه مندی خاص من باز درخواست میکنم. من نو 33 ساله شدم، انشاءالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانایی 5-6 سال دیگه هم انشاءالله من فایل میکنم. همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چی معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم. ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنها مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از اینکه توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را میدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میگنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در سوم ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدیه تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.